راه لذت بردن از عبادت و نماز. رسیدن به لذت عبادت و بار یافتن در محضر حق تعالی تنها زمانی میسر و ممکن می‌گردد که آینه قلب آدمی از هر گونه قذارت و آلودگی پاک و منزه گردد، به گونه‌ای که در آن جز نقش واحد هیچ چیزی نماند و البته پس از رسیدن به آن مقام و مرتبت حصول معنویت و لذت عبادت خود به خود و به فضل الهی حاصل می‌گردد و هر کس به آن مقام راه یابد هرگز میل به بازگشت به لذت‌های دنیا را در سر ندارد، چنان انسانی زندگی کامل دیگری را شروع می‌کند. برای نیل به چنین عبادت خالص و نشاط‌آوری توجه به نکات زیر ضروری است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. هیچ انسانی بر روح عبادت نخواهد رسید جز آن که در تزکیه و تهذیب نفس و تحمل ریاضت همت والا داشته باشد و به گفته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جهاد اکبر را نیز با فتح و پیروزی به فرجام رساند و خود معلوم است که این کار همت بلند و مردانه می‌طلبد. پس از تهذیب نفس به عنوان جزء الله، اطاعت کامل از فرامین شریعت و تکالیف دینی در رسیدن به چنان سرمنزل فرحناک تأثیر فراوان دارد. البته این عبادات فقط نماز نیست، اما ما به عنوان مثال و به عنوان بارزترین مصداق عبادت به شرایط ظاهری و باطنی نماز اشاراتی گذرا داریم. شرایط ظاهری شامل کلیه شرایط و آداب نماز می گردد که در کتب فقهیه و رساله های علمیه بیان گردیده است، نظیر طهارت، نیت، تکبیرت الاحرام و غیره تأکید می گردد که در حصول روح عبادت علاوه بر شرایط نماز، آداب معنوی نماز نیز اهمیت فراوانی دارد و این آداب را نباید نادیده گرفت. و اما شرایط باطنی نماز عبارتند از: 1. آگاه نباشد، یعنی نماز باید با آگاهی کامل از معانی از کار و اعمال و مفاهیم آن خوانده شود. 2. خالصانه باشد، به این معنا که تلاش گردد صرفا انگیزه ما از خواندن نماز تعبد در برابر عظمت خالق باشد. 3. خاشعانه باشد، یعنی تلاش نماید نهایت بزرگی خداوند را در برابر خود مجسم سازد و کوچکی و حقارت خود را در برابر آن عظمت تجسم بخشد. 4. مخفیانه باشد، رسول خدا می فرمایند بیشترین پاداش به عبادتی داده می شود که مخفی باشد. 5. با حضور قلب باشد، یعنی خود را کاملا در محضر پروردگار احساس کنیم و تمام فکر و اندیشه خود را بر عبادت متمرکز سازیم. اما در حصول این حالت، یعنی حضور قلب که در اهمیت آن در نماز هرچه بگوییم مبالغه نکرده ایم، لازم است به عوامل و شرایطی توجه گردد که عبارتند از: 1. اهمیت دادن به نماز. اگر بخواهیم در نماز حضور قلب پیدا کنیم، باید اهمیت عبادت را به قلب تفهیم و تلقین کنیم و این ممکن نیست مگر با فهمیدن فواید و اسرار و حقایق نماز که در موارد بعدی مطرح می شود. 2. شناخت و آگاهی. معرفت و آگاهی نسبت به معبود و عبادت تأثیر بسزایی در حضور قلب دارد، چنانچه امام صادق علیه السلام می فرمایند بعد از معرفت عملی وجود ندارد که با نماز رقابت نماید.
شناخت انسان نمازگزار باید به مرحله‌ای برسد که خود را محتاج و نیازمند به خدا بداند و در آیات و روایاتی که انسان را محتاج و نیازمند واقعی به خدا می شمارد توجه و تفکر نماید. مثلا آنجا که قرآن می فرماید شما نیازمندان به سوی خدا هستید، گویای این است که زمانی که می خواهم نماز بخوانم، اگر فکر کنم که من با کسی می خواهم صحبت نمایم که تمام زندگی و وجودم وابسته به اوست و هر نفسی که می کشم محتاج عنایت اوست و هرچه بخواهم در دستان اوست. 3. فهمیدن معانی نماز شخص نمازگزار. با توجه به معانی و مفاهیم الفاظ نماز، در حقیقت خدا را در قلب حاضر می‌یابد. اگر نمازگزار دقیقاً معانی نماز را به قلب القا نماید، آنجاست که اثر خودش را خواهد گذاشت. و لذا امام صادق علیه السلام می‌فرماید آن کس که دو رکعت نماز بخواند و بفهمد چه می‌گوید، از نماز خارج نمی‌شود مگر اینکه گناهان او بخشیده شود. 4. یاد مرگ و نماز ودا. اگر نمازگزار قبل از نماز خیش مرگ را به یاد آورد و با همان حال به نماز مشغول شود، نمازش با حضور قلب خواهد بود. 5. دعا و طلب حضور قلب. در نماز تحصیل حضور قلب بدون کمک و یاری خداوند ممکن نیست. لذا در نمازهای یومیه می‌خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اگرچه ما تو را عبادت می‌کنیم ولیکن در همین عبادت هم از تو استعانت می‌جوییم. و البته عوامل دیگری نیز ذکر شده که در مرتبه بعدی قابل توجه می‌باشد، مثلا رعایت بعضی از مقدمات و مستحبات نماز مانند استعمال بوی خوش و 7 مرتبه تکبیر گفتن قبل از تکبیرت الاحرام و نگاه کردن به محل سجده در حال قیام یا بستن چشم ها در موارد ضروری و نگاه بین دو پا در هنگام رکوع و نگاه به پاها در هنگام تشهد و چسباندن دست ها به بدن در حال قیام و غیره. لازم به ذکر است که حضور قلب زمانی حاصل می شود که بر این شرایط مداومت و مراقبت داشته باشیم، وگرنه اثر نخواهد کرد. البته خدای متعال به لطف کامل خود این نبع نقیصه را به واسطه نوافل یعنی نمازهای مستحبی جبران نموده است. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند نافله برای این قرار داده شده است تا آنچه از واجب فاسد شده جبران گردد. این جبران به این معناست که اگر نمازگزار نتوانست این حضور قلب را در نماز واجب پیدا کند، با وسیله خواندن نوافل قبل و بعد از فریضه جبران می نماید، چرا که همه این امور وسیله است برای به کمال رسیدن و انسان شدن. لذا با ضمیمه شدن نوافل به واجبات هدف حاصل می شود. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.